در ادامه برنامه قرار داریم و گزارش خوب با هم دیدیم و شنیدیم که واقعا جوانای ما خیلی کارهای خوب میکنن تا بجان که من واقعا برشان افتخار میکنم چون از امون دست از امون امکانات خیلی کم کارهای خیلی کلان میکنن و قسمه که گفتیم در رابطه دو مهمان خیلی خوب داریم عاطف جان احساس و علی مجان نورستانی که دو جوان هستن که در این گروپ هستن و کار میکنن به جوانا هر دویشان خوش آمدید میگیم به برنامه خوش آمدیم و روز جوانان بر هر دو جوان ما که واقعا مقبول زیبا و توانایی منحصر به فردشان ندارن و تانستن کارهای بزرگ انجام بدن خیلی خوش آمدین و روزتان مبارک سلامت باشید از عاطف جان آغاز میکنیم عاطف عزیز ما آمدم و کارهایتان از نزدیک دیدیم شما نبودین واقعا کار عالی و میشه از کتابهای گردشگری آغاز کنیم که چطور شروع کردین از کجا شروع کردین و چطور تانستین محقق شدین خب پیش از اینکه ما شروع کنم و صحبتهای ما درباره کتابهای گردشگر میخوایم تشکری کنم از چند نفر مشخص یکی تشکری میکنم از پدرم، از مادرم، از تمام اعضای فامیلم که مرا بزرگ کردن با رنج ها و سختی هایی که سپری کردن مرا بزرگ کردن و بعدش فیصل زاهب رئیس تیم ماست، حالا ما به او رئیس نمیگیم، فیصل میگیم چون که خودش میخواد و همین قسم از آغاز تا به حالا ما پیش رفتیم در اول ما یک ماجرای خیلی کوچک میخوایم بگویم که باعث شد کتاب‌های گردشگر ما کتاب‌های گردشگر بشناسم ما حدوداً 1.5 سال پیش آغاز کردم به گیتار نواختن و موسیقی یک آهنگ را در صفحه فیسبوکم اپلود کرده بودم و را فیصل دید و ما یک عکس از او دیده بودم این دو عکس و آهنگ مخلوط شد و ما فیصل با هم دوستای خیلی خوب شدیم بعدش کتاب‌های گردشگر آمد و کارهای ما آغاز شد ما در اوایل تقریبا خیلی توی دست بودیم هیچ چیزی نداشتیم نه کتاب داشتیم و نه امکانات دیگه ما قفسچه هایی که خود ما داشتیم در اتاق های خود در خانه خود آغاز کردیم 5 کتاب 10 کتاب هر کس به اندازه توانش می آمد و در کتاب گردشگر شریک می ساخت اولین کار خودم شخصا این بود که من کتاب های گردشگر را بردم به زادگاه به غزنی بردم و فیدبک که از اونجا گرفتم و وقتی که من اونجا رفتم فامیل ها دوستا و عزیزایی که اونجا بودن اصلا تشویق و حمایت اونا یعنی در واژه ها نمیشه بیانش کرد خیلی خیلی خوش شده بودن و امیدوار بودن به این که کتاب های گردشگر در غزنی که جایی از دور است گرچه ما اونجا را پایتخت فرهنگ میدانیم میشناسیم ولی ما جای خوب نداریم اصلا غزنی جایی نبود که کتاب شناخته شده باشه یا کتاب را بشناسه کسی ما تانستم حداقل امی هم کفایت میکنه برای ما که 10 نفر را در غزنی تانستم با کتاب آشنا بسازم و اونا به ما مسیج میکنن زنگ میزنن حالا میگن چه کتاب بخونیم یا مشوره میگیرن بعضی اوقات این به ما بزرگترین افتخار است بعدش که ما گفتم در ترویج فرهنگ مطالعه موثر بوده و شما میبینید در قابلیت غزنی که دورترین نقطه است خیلی از کابل حالا دور است تانستن خدمات شما برسانه بسیار عالی ادامه بدید لطفا وقتی از غزنی برگشتیم ما نفرایی که در تیم بود تقریبا 7 یا 8 نفر بودیم همه بودن ولی کارکنها کم بود بالاخره تیم ما تبدیل شد به یک تیم خیلی زحمتکش که ما تیم های زیاد داریم در سراسر کابل کار میکنن از بین تیم شاید 2 نفر 3 نفر کار کنن ولی تیم ما او قسم نیست ما هر کسی که در تیم داریم یک قفسچه نصب کرده و به حد توانش خیلی کار کرده من یادآوری نمیکنم نامشان همگی میفهمن از جمله فیروز صدیقی کتابای گردشگر را برد با جوزجان و مزار با یکی از دوستای دیگه ما حسنات سادات بردن به مزار و جوزجان و اونجا گفتمان های کتابخانی که بعدن شرح میتون آغاز کردن ما در کابل تقریبا 8 قفسچه که شکل قفسچه کوچک است و کتاب ها رایگان میباشه اونجا در کابل داریم مراکز مختلف کارتیچار شهر نو اینجاها و در ولایت دیگه هم داریم ما قفسچه گردشگر را بردیم و اونجا در دسترس مردم هست هرات از جمله هرات و فکر کنم اسم ولایت دقیق بیادم نیست ولی ولایت سمت شمال زیادتر است و این طرف تنها غزنی است تیم ما همگیشان کار میکنن من همگیشان رو دوست دارم چند وقت پیش از علی مجان میپرسیم که علی مجان چطور عضو کتاب های گردشگر شدن و علی ما از کجا آغاز کرد حالا عاطف خیلی ایجاد رابطهش با رئیس گروه یا فیصل جالب بود و از فضای مجازی رفیق شدن امروز رفیقای صمیمی هستن و کارهای مشترک دارن
آغاز شما چی بود؟ خب قسمی که عاطف جان گفت آغازشان از ما هم تو بود. وقتی که من دنبال ازی بودم که بشه کتابایی که ما در خانه دارم قلف هستن، ما خواندیم ایره بتانم و یک دسترس یک کسی که نیاز داره او را به خانه برسانم. و امی بود که از طریق صفحه مجازی فیسبوک ما با عاطف جان آشنا شدم. اینا گفتن که ما کار میکنیم روی امی هدف که بتانیم کتابا را برسانیم به دسترس دیگه جوانا. تیم داریم به نام کتابان گردشگر، تازه آغاز است، میتونی بیا اینجا عضو شوی. و ما هم با هم قرار ملاقات گذاشتیم، دیدیم. وقتی که اینا گفتن از کارکردهای تیمشان، از کارکردهای کتابان گردشگر، من خیلی خوش شدم و همچنان زیاد هیجانی بودم که چطور امکان داره جوانا بیاین بدون هیچ حمایتی که نمیشن اینا بیاین و بالاخره این قسم یک طرح برا بندازن و افغانستان بخواین به یک کتابخانه بزرگ تبدیل کنن. من کتابایی که در خانه داشتم اینا را آوردم، رفتم در گفتمانای کتابخانه که ما هر دو هفته در میان گفتمان داریم. هر عزیزی که بخواه اینجا اشتراک کنه، ما قبل از گفتمان برشان کتاب توزیع میکنیم. کتاب جریان دو هفته میخوانن و بعد از او میاین گفتمان و در اینجا ما نشست داریم با هم دیگر و روی کتاب بحث میکنیم، نقد میکنیم و از کتاب خوبی هایش یعنی گپ میزنیم. و خود نویسنده یا خود مشاعره که امور نوشته هورم با خود میداشته باشیم. و در اینجا شروع شد و ما ایستا ایستا به این گروه پیوستم. کاملا یک فضای جدید، کاملا یک خانواده مختلف بودن. یعنی کار میکردن، زحمت میکشیدن، شب و روز دنبال ازی بودن چطور بتانیم هدف خود به واقع یعنی تبدیل کنیم. و من وقتی که در این گروه آمدم کتاب به معنی واقعیش فهمیدم. کتاب بخوانم باید تو را تطبیق کنم. چون در آخر فرهنگ کتابخانی هم خیلی کم شده بود تا به جان. وقتی ما هم از طریق صفحات اجتماعی خبر شدم که نایت یک کمپاین خوب را برای انداختن کتاب های گردشگر و میدیدم که جوان ها چه خلاقه مندی نشان میدادم، واقعا خوش میشتم که حال جوان ها واقعا میخوان مطالعه کنن و سطح مطالعه شان هم بلند میبرن که اینا خود جوان های مگم کنند خیلی خوب وقت را مطالعه کردن جوان ها و در درسته هم قرار داده بود. ما یک چیزی از شما یاد گرفتم، از گروه شما یاد گرفتم که کتاب قرض بود. و بیشتر دوستای ما کتاب دادیم و حالا غیر رسمی همچنان ما هستیم و با سعدی و سایر همکارا کتابایی را دادیم که حالا شما بازم میگم فیدبکی کردن. و تابوش جان یک گپ خوبه که من عالم توجه شدم، میگن که از فیسبوک زیاد استفاده نکنین که وقتتان میگذره، در حالی که کارهای خیلی خوب هم توسط صفحه فیسبوک انجام میشه. نسبت شداره اگر ما از استفاده کنیم. روی کتاب های گردشگر صحبت داشتیم که فعلا هم سوالات داریم. حالا بخش دیگر که کافه 451 از این مورد به ایده از اینکه شما بین کتاب و رستوران این چیزها رو مخلوط کنیم چگونه و سرتان زد و چطور تانستیم که این فضا رو بسازیم تا جوان ها بیاین هم فکر کنن، هم بخوانن، تحقیق کنن و ذهنشان رو بیشتر از این روز رشد بدن. خب باری ما با تیم خود همگی یک جا شدیم، قرار بود صحبت کنیم روی ادامه کارهایمون. تقریبا حدود 8 ماه یا 9 ماه قبل از امروز کارهای تیم ما کاملا گیج شده بودیم همگی ما و کارها روبرا نبود. ما کتاب نداشتیم، به قفس شاید انتقال بدیم، حتی به این شرایط رسیده بودیم که نمیتونستیم با هم دیگه ببینیم. کارها همگی زیاد شده بود و مشکلات بود. بالاخره یک روز را قرار گذاشتیم و همه دیدیم. فیصل آمد همگی را غافلگیر کرد، گفت چی فکر میکنین که یک مرکز داشته باشیم؟ حالا ما میایم در یک رستوران، در یک کافه، ما کارمون زیاد است، کتاب میاریم همین جاها. گفت چی فکر میکنین یک مرکز داشته باشیم که از اونجا بتونیم کارهای کتابای گردشگر را پیش ببریم، کارهایی که ما میکنیم همگیش را بتونیم از اونجا تنظیم کنیم. بعدش یک ورق را به همه تیم نشان داد که یک رسمک های خیلی خوب بود، کافه بود و چند تا میز چوکی اونجا کتاب ها. شکل امروز کافه 451 و او شکلی که در اوایل ما رسم کرده بودیم خیلی متفاوت است، فرق داره. خوب او یک تصویر بود. بالاخره ما آغاز کردیم از امو روزه که صحبت کردیم با هم، همگی نظرش مثبت بود و آغاز کردیم به پیدا کردن یک جای خوب. رفتیم کافه گردی کردیم، مینو گرفتیم، بالاخره خیلی تحقیق و ریسرچ کردیم که بعد از گذشت یک و نیم ماه ما
نتونستیم جای پیدا کنیم. یک چند وقت واری مفکوره افت کرد، بعدش دوباره آمدیم ایجاد شد این مفکوره، سرش کار کردیم و بالاخره یک جای را پیدا کردیم که همگی حال میبینن و اونجا را گرفتیم. حدود 3 یا 2 ماه تقریبا کار شد روی اونجا. کار به این معنا وقت زیاد را گرفت چون ما نمیفهمیدیم چگونه یک جای متفاوت تر، جایی که در کابل نبوده باشد، حداقل در دیگر جاها بگذاریم و نیست فعلا. ما ایرا میتونم صراحتا بگویم در کابل ما 451 یکی داریم، هیچ 451 با اسم دیگری هم نداریم. حتی بالاخره خیلی زحمت کشیدیم اونجا واقعاش و اونجا را ساختیم. هدف ما از طرح ایجاد این کافه فقط یک جای نبود، مرکز نبود که ما بتونیم اونجا کارهای حالا پیش بریم. ما یک طرح دیگر هم روی دست داریم که مرکز تبادل کتاب است. انشالله او را به میزودی ها عملی میکنیم که مرکز تبادل کتاب با 451 مخلوط میشه و تقریبا همگی در 451 قابل دسترس است. انشالله من موفق میشین. عاطف جان قسمه که من خبر دارم، تا بجان که عاطف جان هفته یک روز فکر کنم در کافه 451 به خاطر موسیقی اختصاص دادن. حالا اگر لطف کنین چون روز جوانام است یک موسیقی داشته باشیم، اگر یک پارچه آهنگ بنوازیم. سوال ادامه داره ولی برای که خسته کننده نباشه، یک پارچه موسیقی هم داشته باشه. بعد از او صحبت ها رو ادامه میکنیم. خب ما در کافه یک گستاخی هم کردیم. بزرگای موسیقی ما اگر مرا تماشا میکنن میبینن، مزیج از شان بخشش میخوایم. چند مسئله است که من آغاز کردم به تدریس گیتار. چای هم میتونیم بگیریم؟ حتما حتما. من یکی از مشکلاتی که من آغاز کردم به تدریس گیتار، من خودم آماتور هستم، یعنی خیلی پروفشنال نمینوازم گیتار. اولی که ما جاهایی که گیتار یاد بگیریم خیلی کم است و اگر هستم خیلی دور است در مناطق مختلف. دوم ای که ما فقط چند دانه اکسپرت یا کسایی داریم که پروفشنال هستند در گیتار که اونا هم شاید بیرون از کشور باشن، خارج از کشور هستند. من خواستم با می توانایی خیلی کمه که دارم 2 نفر را حداقل یا 3 نفر را حداقل بفهمونم که گیتار چیست، بعدش اونا بفهمونن به کسای دیگه مثل امو کار کتاب های گردش کرد. اتفاقا من با این موافق نیستم آتف، که ما بایم حتما خوب خیلی کامل گرایی باشیم و کامل باشیم بعد آموزش بدیم. ما در هر مرحله که هستیم مقدار دانشی که داریم اگر شریک می سازیم، ما تانستیم 2 نفر شبیه خود داشته باشیم و اگر این 2 نفر با هم کار کنند شاید 1 نفر پروفشنال باشه. خیلی خوب است ما در هر سطحی که هستیم دانش ما رو شریک کنیم، شریک. اگر موسیقی است، کتاب است، برنامه است، هرچه است. و ما برات میگم که نه گستاخی است نه کدام کار بد، خیلی هم کار خوب ما میتونی دانش در شریک بسازیم. سلامت حال برادر بنواز به دل ما شاد. من از استادم یک سپاسگزاری میکنم که تقریبا همه کارهایی را که من مینوازم میخوانم تقریبا همه چیز مربوط به همون میشه. آرش بارز را سلام ما میرسانم از اینجا برش. آخرین آرش جان بارز هم یکی از جوانهای خیلی موفق افغانستان هستن. دقیقا. خب سپاسگزار هستیم از آرش بارز هم که تانسته دانش شب و جوان ها شریک بسازه و امروز یکی از حالا کارهای از او و شاگرده های از او که خودش هم گفت میشه. خب من یک کار از خودشان را اجرا میکنم. اونا به وطن نواختن، به وطن خواندن. گل سرخ بگی سویت نشاندم، نگاهم کردی و من پوت ماندم. من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. من و تو جوانه، من و تو میتوانه وطن را بسازم اگر با هم بمانیم. من و تو جوانم پر از شوق و شورم، اگر عاشق بمانم سزاوار غرورم. تو را چون شعر با قلبم سرودم، از عشق تو لبا لب شد
خود وجودم، اگرچه گاهی از تو دور ماندم، ولی چون گل مراقب تو بودم. برای صبح فردا من و تو میتوانم وطن را بسازم اگر با هم بمانم. گل سرخ بگی سویت نشاندم، نگاه هم کردی و من پوت ماندم. من از آرامش چشم تو خواندم، صدایم را به گوش تو رساندم. واقعا عالی بود. من واقعا کیف کردم از شنیدنش. تابه جان قسمه که عاطف جان تخلصشون احساس است، واقعا که خیلی با احساس هم میخوانم. واقعا صدای دوزاشتنی، صدای گیرا و پنجه هایش هم نام خدا جادو کرد. و این شیر چقدر قشنگ بود. من و تو جوانیم، من و تو میتوانیم. و من مطمئن هستم ما جوان ها میتوانیم. هر تصمیمی که بگیریم، هر پلانی که داشته باشیم میتوانیم. واقعا عالی خوندی. و حالا میخوایم که از علیمه جان یک سوال کنم. کلیمه جانم به گیتار علاقه مندی داره و در صنفایشان اشتراک دارن یا نه؟ خیر. بله، اولین روزی که من بالا ناطف دیدم با هم آشنا شدیم، روی پشت امی موبایل ما یک استیکر گیتار بود. از من پرسان کردن که چطور این استیکر رو میدیم. پرسان کردن، من گفتم، گفت یعنی می نوازی یا علاقه داری چطور؟ من گفتم خیلی علاقه دارم و الانوز به این آرزوی خود نرسیدیم. و عاطف کسی بود که آمد و یعنی آغاز کرد که من بتونم به این آرزوی خود برسم. و فعلا من عاشق صدایش هستم و یکی از شاگردایش هستم که فعلا یعنی مشغول یادگیری هستیم. بسیار عالی. و خیلی خوب است که ببینید دوستی ها چقدر تاثیر داره و میتونه آدمی ره تا با آرزویش برسه. عاطف، من احساس میکنم 451 از کتاب 451 درجه فارنهایت و بحث داستان همو گرفته شده. آیا همینطوری است یا کدام مسئله دیگه است؟ میشه این مورد بود؟ بله، من یک روز با فیصل صحبت کردم، همین کتابی که شما نامش گرفتین 451 فارنهایت دستش بود. گفتم من فلسفه چی به من میگی؟ گفتک نه. گفت نمیگم. خودت بخون. خب نفهمم که حالا این فلسفه، این کتاب، این نام کافی 451 چی است؟ من خودم هم نفهمم. ولی از همین کتاب گرفته شده بالاخره. خب محتوای کتاب، من سه باری کتاب خواندم. خوشبختانه یکی از کتاب‌های خیلی با مفهوم است که داستان کتاب قسمی است که کسانی که کتاب میخوانند در یک شهر مجرم شناخته میشن و هر کسی که کتاب میخوانه باید کشته شود. بالاخره کسایی میان که کتابخوان هستن و این فکر از بین میبرن. شاید این شهر نباشه، این شهر شاید یک شهر تخیلی باشه، ولی فعلا جامعه ما همینطوری است. کسی که کتاب میخونه بیشتر ارزش نداره، و یکی یک آدم ارزش نداشته باشه بیشتر از مرگ است برش. و ما میتونیم که مثل کتاب 451 درجه فارنهایت فکرها رو تغییر بدیم برای اینکه کتاب بخونه. و کسی که نمیخونه اونمو بینش داره و این میشه باید تغییر بدهیم. شما هم تا این دم موفق بودید. خب آتاز جان، پلان های بعدی چی هست؟ جدا از اینکه مرکز تبادل کتاب رو میسازه، این چه کارهای دیگر میدست دارید؟ ما بجز از کتاب های گردشگر، اگر بیایم یک کلی بگم، ما با جزء کتاب های گردشگر یک چیز به نام گفتمان داریم. ما در گفتمان میایم صحبت میکنیم روی هر کتابی که هست. حالا گذشته از این مسائل، ما میخواهیم با ای که کافر آغاز کردیم و کافر حالا در خدمت هم کلگی هست و میان، میخواهیم تقریبا چند ماه بعد به اطفال بعض کار را کنیم که برنامه قصه‌خوانی. ما اطفال را اگر از لحاظ روانشناسی ببینیم، چیزی هستن که به اونا در سن خرد گفته میشه. اگر بگی عزیزم شجاع هستی، او استاد شجاع میشه، به می ایمان میاره، به می باور میکنه که من شجاع هستم. اگر بگیم جنگره هستی، جنگره میشه. ما میخواییم با این کار خود کتاب را به اطفال بشناسانیم و اطفال را با کتاب آشنایی بدیم که اطفال وقت کتاب میخوانن
از متحداب دیگه از تهداب بتونن آدمای خوب شون و ما میبینیم از سن خرد وقتی که اطفال بزرگ میشن آدمای خیلی خوب به بار نمیان و یگانه دلیلش به این خاطر است که یکی ما خیلی شکنجه روحی و ذهنی و جسمی میشن و اونا با علم و کتاب فقط تا حد مکتب و 4 کتاب ریاضی، دری و فیزیک آشناستن و هیچ نمیفهمن از این که کتاب های دیگه هم هست و چیزهای در اون نوشته است برای خواندن ساخته شده نوشته شده. ما با این کار خود میخواییم اطفال را هم در این طرح شریک کنیم، گرچه فعلا ما با اطفال کتاب های قصه تعیین است پیش ما و به اونا توضیح میکنیم، ولی میخواییم رسما یک کار با اطفال هم بکنیم. بسیار عالی. و علی بجان پلان آینده شما چی است؟ جدا از گروه. خب فعلا گردشگر تمام زندگی ما شده، همیشه در موردش فکر میکریم چی باید کنیم و چی کارا باید شوه. و در مورد قصه خوانی برای اطفال ما یک برنامه داشتیم که او برنامه ما بختر اطفال بود، اطفال پرورشگاه در خود کابل برگزار شد و امی آیستا آیستا میخواییم امی هدفی که داریم، امی طرحی که داریم بتانیم افغانستان با می قفسهای خردی که ما ایجاد میکنیم به یک کتابخانه بزرگ ما بدل بسازیم. این هدف سر از این هدف میخواییم کار بکنیم. فعلا اگر 6 ولایت ما تحت نظر داریم، میخواییم بسته افغانستان تمام 24 ولایت جز از این طرح ما بسازیم، چون هر ولایت جوانای ما هست، اطفال هست، اونا ضرورت به این دارن که کتاب بخونن. کتاب منشأ از این است که ما زندگی خود، آینده خود میتونیم تغییر بدیم و هیچ جامعه نمیتونه تغییر بکنه بدون از این که تا جوانایش نخواهد، تا استادگی نکنن جوانا و تا نخواهند که امو جامعه، امو وضعیت بدی که در جامعه قرار داره او را تبدیل کنن. و این پیشرفت، این تبدیل، این تحول فقط ما میتونیم با کتاب ایجاد بسازیم. جوانای ما این دست از افغانستان هستن و پلان های خیلی عالی دارن. امیدوار هستم که بخیر موفق شوید. هر کدام میتونم استقبال مردم در نهایت، در آخر چگونه است؟ از کافر و همچنان کتاب های گردشگری. جدا از بچه های کتاب خان دیگه مردم ها چگونه فکر میکنن؟ چه کارهای برسان انجام میدن؟ خب من میخوایم این سوال اردوی مبنوبت خود جواب بده. ما وقت از غزنی بگویم، ما وقت غزنی رفتم گفتم حمایتشان حتی در واژه ها نمیشه جایگزین شوم. یک داستان خیلی کوتاه را میگم از غزنی. می رفتم قفسچه را نصب میکردم، یک کسی اونجا بود، همون کسی که دروازه پانتون خاتم النبیین را در غزنی، همون گاردش به حساب، اونا گفت ای چی هست انواری؟ ما خو انواری را در روی سرک، در روی فضای باز ما نصب نمی کنیم. کتابای گردشگر هم الماریشم از حرف کاخ کتاب شکل عجیب داره. اونجا نصب میکردیم، گفت که انواری را چرا اینجا در بیرون نصب میکنین؟ گفتم این چیز هست که همگی میتونه از کتاب هایی که اینجا ما میگذاریم استفاده کنه به شکل رایگان. گفت رایگان؟ گفت رایگان؟ هیجانی شد. گفتم بله. وقتی گفتم بله، این آدم نمیفهم چه قسم شد، مرد را آغوش گرفت، خیلی سخت و خیلی احساساتی شده بود. وقتی گفتم برادر چه گفت هست؟ گفت بچه ما بچه هایم از سنش از سن تو کده بزرگتر است، ولی اونا میفهمی چی میکنن؟ اونا میرن خورترهایش خونه ایفان بازی هایی که روی خاک از تشلبازی میکنن، ولی بزرگایش هم تشلبازی به شکل بزرگتر میکنن، یعنی میرن سنوکر بازی میکنن. ولی تو کس هستی که آمدی ما را به کتابش نساختی؟ من میخوایم اون بچه های ما بیارم یک روز بیان کتاب بخونن و رایگان هم کس چون اقتصاد ما پایین است اولین کتاب را مرزیجا میگیرم. دیگه هم مسئلهش بگذاریم برای بعد که اونا چی بود یا چی نبود، ولی این مسئله بله مثال خیلی جالب ای به مالی بود. امیدوار هستم یک چیز هست که در افغانستان بیشتر از تمامی داشته ها استفاده غلط میشه. مثلا در مورد سنوکر یک ورزش خیلی جذاب و ذهنی است، اما وقتی میانن چیزای دیگه ای را با او آمیخته میسازن، پول میگذارن، قمار میزنن، بعد دیگه هرچی باشه بله. ما امیدوار هستم از هر چیز استفاده بد نشه. از خودتان مشتم در رابطه با سوالتان، از آغاز کار تا اینجایی که ما رسیدیم 1 سال شد. ما داشتیم اشخاصی که هم کتابخوان بودن هم نبودن، از ما استقبال خیلی گرم کردن، ولی در پالی ازی ما اشخاصی هم داشتیم که موانع ایجاد میکردن به نحوه که ما نتانیم به میجا برسیم.
ولی ای ما تشکری میکنم از تک تک اعضایی که در گروه هستن. این چیزا باعث از این نشد که اینا از قدمایی که میخواین بردارن یعنی باز بانن. اینا کوشش کردن و بالاخره تا اینجا رسیدیم. ولی استقبال گرم شد از تمام کارکردهای ما، از طرح ما، از کافه کتاب ما، از همه چی. من تشکر میکنم از فامیلایی که از ما استقبال کردن، از اشخاصی که جوان بودن، اشخاصی که در ارگانهای دولتی کار میکردن، جوانایی که یعنی رو آوردن به کتاب، از ما خیلی استقبال گرم کردن. من از تک تک از اونا تشکر میکنم و انشالله او اشخاص هم که یعنی خواستن به نحو تداخل دخالت کنن به کارهای ما یا مانع رای ما شوند، انشاءالله اونا هم یک روز با ما یک جای شوند. ما قلبم از شما، از گروهتون و از هر جوانی که برای جوان دیگری کار میکنه، برای رشد فرهنگ مطالعه کار میکنه، برای که ما بتانیم بیشتر کتاب بخونیم کار میکنه، قلبم سپاسگزار هستم و براتون تبریک میگم. بازم حالا دو تا طرح خیلی جالب و جذاب که ما از نزدیک دیدیم و خیلی دوستشان دارم و عاطفه که از نفقه خوب ماست که علاقه کمتر میبینیم، ولی بیشتر ما دنبال میکنیم کارهای عاطفه و فیصل و همطور از سایر بچه ها را که بخواهم کارهای از اینده. اگر موافق باشی یک آهنگ دیگه هم از عاطف میشنیم بازه را گیر نمیتونیم. آها اطلاع چونه نه عاطف جان، یک سوال هم ازت میپرسم. اسم تا عاطف هست و عاطف اسلام هم یکی از آوازخوانهای خیلی خوب کشور هندوستان است که آهنگای خیلی خوب خواندن. شما علاقه مندی برش دارین و میخواین یک دفعه آهنگایش رو بخونین؟ سال 2011 بود، ما تازه اومده بودیم از غزنی به کابل. عاطف اسلام یک آلبوم داره به نام جلپری. باز من یک بوتل داشتم، بوتل کلان بود، از بوتل های او بود. ایر که در تلویزیون میماند باز میگرفتم که بوتل مینوافتم و دوباره با او همخوانی میکردم. یعنی تأثیر داشته؟ آه بله. نام اصلی ما که نام رسمی ما است نصیر احمد احساس است، ولی بنابرای خیلی او را که من دوست داشتم، واقعا من عاطف را دوست داشتم و اول نام من عاطف بود چند وقت پیش، ولی فعلا گفتم بیا یک چیز شبیه او و یک چیز شبیه خودت هم باشم، هاتف شد. هاتف فرق میکنه با هاتف، یعنی هاتف کسی است که پیام‌آور است یا امو وحی‌آور، ولی من میخوام پیام‌آور احساسات خیلی خوب باشم و انشالله که امیدوار هستم به این. عاشق بزرگی هستی، وقت پیدا کردی چی گناه نرمندی با اون را باز کردن. میشنیم هاتف جان کدام پارچه و محتوایش؟ چون ما در روز قرار داریم که فردا فکر کنم امروز روز جوانان است. ما عاطف جان صبح از خواب وقت بیدار کردن کم گنج. بله دوست دارم یک آهنگ اجرا کنم از دل جوانای ما، از کسایی که مهاجر هستن و شکیب مصدق را اگر شما باش معرفت داشته باشین یکی از کسایی هستن. یاد نمیشنوتونش، یک 13 سال میشه کارایشان. پس اونا کسایی هست که یکی از کسایی هست که در حوزه موسیقی بی بدیل هستن. من عاشقانه دوستشان دارم و همیشه تعقیبشان میکنم. یک آهنگ را در آلبوم سرباز فراری فکر کنم خوانده به نام نامه مهاجر. امی آهنگ را میخوایم بخونم و کسایی که مهاجر هستن اگر میشنون اونا هم بفهمن که من هم مهاجر هست در دلم. خب برسیده مشنوان اتمن چون بینده های ما هم در داخل کشور هستن و هم در خارج کشور و میفهم کمیال تلویزیون رو تماشا میکنن. آلیس سلام عشق من چطوری، بگو از قصه دوری، بگو از تنهای با غربت دلهای سوری، بگو از مادر پیرم پدر افتاده بر تخت، بگو حالشان چطور است، حال خواهر دم بر. نگو تنهایی و تنها
عذاب است. بگو برگرد بیا جنگ تمام است. بگو آن پرنده صلح روی بام است. بگو برگرد بیا جنگ تمام است. بگو آن پرنده صلح روی بام است. نگو از مرگ پرنده، نگو از بت‌های زنده، نگو زندگی چطور است این گرگ‌های درنده. بگو چیزی کم نداری، بگو درد و غم نداری، بگو که گرسنه نیستی و غم شکم نداری. تو بگویی یا نگویی، من که میدانم عزیزم عشق من، مواظبت باش، قول میدم که عشق نریزم. تو بگویی یا نگویی، من که میدانم عزیزم عشق من، مواظبت باش، قول میدم که عشق نریزم. نگو تنهایی و تنهایم و حال ما خراب است. نگو این قصه رفتن و نرفتن ها عذاب است. نگو تنهایی و تنهایم و حال ما خراب است. نگو این قصه رفتن و نرفتن ها عذاب است. زنده باشی. ما را کلن محو آهنگ ساختی و امیدوار است یک روز در افغانستان دیگه جنگ نباشه و همه مردم با هم باشن و صلح برادری با هم باشه. خب بیشتر نمیتونم صحبت کنم، نمیدونم چی بگویم و در نهایت پیام خودت و پیام علی مجان در مورد روز جوانان برای جوانان و کلن پیام خودم بشه. ما فکر میکنم در این نزدیکی ها کسایی که محصل صنف 12 هستن امسال و امتحان کنکور را دادن یا شاید کسایی مای عمل امتحان کنکور را بدن، جوان ها را میگم. حال از این بگذاریم که پیام ما مثلا مثل او کسایی باشه که جوان ها باید درس بخوانن، نه درس نخوانن، به این شکل که درس میخوانن لطفا درس نخوانن، بین خود را بسازن. خود ساختن در درس خواندن نیست. ما چه قسم میخوایم میره معرفی کنیم می گپ را. ما یک کس داریم به نام مولوی، یک کس داریم به نام خیلی نام ها هست، حالا من هر کدامش بگیرم یا نگیرم، ما ابن سینا و کسایی که واقعا اونا دانشمند هستن، اونا شاید مکتب نخوانده باشن و نخواندن هم مطمئنن. اونا کسایی بودن که آمدن عشق ورزیدن به خود، به زندگی، به وطن، به کسایی که کنارشان بود. ما ای گپم به ایمانان است که شما پیشرفت نکنین، درس نخونین، ولی یک چیز را به شکل درست، بله یک چیز را فراموش نکنین که ما هیچ وقت سند را به این مفهوم گرفته نمیتونیم که سند نشان دهنده دانش است و یا دانایی است. ما شان یک چیز در وجود کس باشه، ما میگم او داناست.
و کوشش کنن، همگی کوشش، هم اگر نمی کنن یک بار فکر کنن دربارش، بعدش کوشش میتونن خودشان. که واقعا این سرزمین به ما نیاز داره، فعلا به این نیاز نداره که ما بیاییم همیشه دوری کنیم یا منزوی انزواگرایی کنیم. نه، ما کسایی هستیم که باید بسازیم، بعد اقل برای خود ما نسل آینده ای داریم و اونا فرزندای ما شاید باشن، برای اونا کار کنیم، برای خود ما اگر نمیتونیم دیگه چیز خاصی ندارم بگفتن. تشکر علی مجان. پیام ما به تمام جوانایی است که متوجه از این نباشند که در وطن چی جریان داره. جنگ هست، فقر هست، بیسوادی هست، هزار یک مشکل دیگه. من تا امو هدفی که در زندگی دارن کوشش کنن به او برسن، خود بسازن. و ای که در قبال کارهای گردشگر بگویم، ای طرحی که ما ریختیم وطنایی نمیشه. ما از تمام هموطنای خود میخواهیم که بیاین همراه ما باشن، چون که بتانیم امی طرح خود ما بسازیم و ای را یعنی همگانی بسازیم، یعنی همراه ما باشن، گام به گام با ما باشن و بیاین با ما بپیوند. تشکر از شما. سپاس از حضورتان در برنامه آتش عزیز علی مجان و نورستانی که آمدین و واقعا موسیقی کار کرد و شما هم سخنان خوبی داشتین، طرحهای خوبی داشتین، برنامه خوبی داشتین، کلا انرژی مثبت بودین و از بودنتان در برنامه حالا بگیم لذت بردین و خوشحال بودین. یک بار دیگر روز جوانان را به شما تبریک میگم و جوانان یک واقعا با احساس هستن و کار میکنن. سپاس از حضورتان. سابه جوانان یک وقفه کوتاه میگیریم و در ادامه برنامه با ما باشید.